به نام خدا. سلام به یکی دیگه از برنامه‌های کانال مسلمان تیوی خوش اومدید. به دلیل اهمیت موضوع و لزوم تمرکز بالا تو گوش دادن به محتوای این ویدیو و همچنین برای اینکه اخطار کپی رایت یوتیوب رو دریافت نکنیم، تصاویر این برنامه تصاویری از طبیعت تا حواس شنونده پرت نشه و اصل مطلب رو متوجه بشه. سعی کردم تو این برنامه خیلی ساده و روون درباره عقاید وهابیون صحبت کنم، پس توصیه میکنم تا انتها و با دقت گوش بدین و هر جای ویدیو درباره وهابیت براتون سوالی پیش اومد تو کامنت ها بنویسید که حتما پاسخ میدم. شاید این برنامه در بیش از 5 یا 6 قسمت منتشر بشه، پس اگه تا حالا عضو کانال نشدین توصیه میکنم روی دکمه سابسکرایب یا همون مشترک شدن بزنید و زنگوله کنارش رو فعال کنید تا به محض انتشار قسمت های بعدی یوتیوب شما رو از اون مطلع کنه. اسلام آیین پاک محمدیه که رسول خدا اون رو از طریق وحی دریافت کرد و بدون کم و زیاد در اختیار جهانیان قرار داد و تا خود در قید حیات بود آیین او از هر نوع انحراف در امان بود. بعد از رحلت اون حضرت و آشنایی مسلمان‌ها با فرهنگ ملت‌های بیگانه، یک رشته آموزه‌ها که از عقاید اسلامی دورن از راه‌های گوناگون وارد حوزه اسلام شد و همین پایه پیدایش مذاهب و عقاید گوناگون شد و سرانجام فرقه‌گرایی آغاز شد. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله با بینش الهی از چنین قوقای دینی آگاه بود و این روزها رو پیش بینی می‌کرد. از این رو برای مسئولیت جامعه اسلامی از این عقاید مهلک به پیروی از ثقلین یعنی قرآن و اهل بیت دستور داد تا در پرتو رجوع به اونها جامعه از این انحراف فکری در امان بمونه. ولی متاسفانه سفارش اکید اون حضرت حتی در آخرین لحظات زندگی نادیده گرفته شد، لذا در طول تاریخ سره از ناصر شناخته نشد و آهنگ 70 و اندی فرقه نواخته شد. ولی در این میان عالمان آگاه از وظیفه خطیر خودشون غفلت نکردن و کمر همت بر زدودن بدعت ها بستن و در طول تاریخ با این مذاهب ساختگی مقابله کردند. در پایان قرن 7 و آغاز قرن 8 مردی به نام احمد ابن تیمیه حرانی، معروف به ابن تیمیه، که هنوز شعله های جنگ میان مسلمان ها و مغول ها خاموش نشده بود، در گردونه مذهب سازی آهنگ خاصی رو آغاز کرد و سلفیگری دینی رو که در تجسیم و تشبیه و پایین آوردن مقامات انبیا و اولیا و ویران کردن آثار اسلامی خلاصه میشه پیریزی کرد. با مرگ او در سال 728 هجری قمری افکارش به خاموشی گرایید، زیرا او اندیشه های خود رو در محیطی مانند شام و مصر مطرح کرد که در اون عالمان آگاه و متعهد زندگی می کردن و در نتیجه افکار او با ضربات شکننده بزرگان اون دیار رو به افول رفت. ولی بعد از گذشت 4 قرن فردی نجدی به نام محمد ابن عبدالوهاب بر اثر مطالعه کتاب‌های وی اندیشه های او رو در محیط دور از علم و دانش مطرح کرد و به کمک قبیله آل سعود تونست بخشی از نجد رو که بیسوادی بر اکثر ساکنان اونجا حاکم بود تحت سیطره اندیشه های خودش در بیاره و به عنوان نشر توحید و مبارزه با شرک و بدعت خودنمایی کنه. وی حملات ناجوانمردانه خودش رو به کمک اعراب منطقه بر اطراف اون آغاز کرد و سالیان درازی در سایه قتل و غارت به زندگی خود ادامه داد. ولی جهان با فرهنگ اسلام از این اندیشه و اعمال وحشیانه اونها بیزار بود و کتابها و رساله های فراوانی در رد و ابطال این مکتب نوشت. بعد از تسلط آل سعود بر حرمین شریفین، اون هم به کمک و تدبیر استعمار و تربیت مبلغان افکار او به تدریج منتشر شد. بلخص پیدایش نفت، این طلای سیاه، قدرت اونها رو در منطقه بالا برد و با خریدن نویسندگان غیر متعهد بر عقاید دیگر مسلمان ها تاختن و خودشون رو موحد و مؤمن و دیگران رو مشرک و کافر قلمداد کردند. و اکنون استعمار بین المللی از این فرصت استفاده میکنه و زیرکانه بر اون دامن میزنه که در نتیجه اون میلیون ها مسلمان افغانستانی، پاکستانی، عراقی و سوری کشته و یا از خونه و کاشونه آواره شدن و احیانا در آغوش مسیحیت افتادن. اجازه بدیم برگردیم عقبتر و کمی بیشتر با ابن تیمیه مؤسس این فرقه زاله آشناشیم، چون تأثیر زیادی روی تفکرات و عقاید برادران اهل سنت خواهد داشت. ابن تیمیه حرانی پایه‌گذار سلفیگری دینیه. او در سال 661 هجری قمری در شهر حران از توابع شام دیده به جهان گشود و در پی حمله مغول به شامات همراه پدرش به دمشق مهاجرت کرد. پدرش عالم حنبلی بود، از این جهت او را برای یادگیری فقه حنبلی به مدارس حنابله فرستاد.
یا بهتره بگیم حنابله و تا سال 698 هجری قمری در دمشق از وی لغزشی دیده نشد، اما با آغاز قرن هشتم کم کم آثار انحراف در وی ظاهر شد. ابن تیمیه با تکیه بر نقلگرایی احمد ابن حنبل از یک سو و تأکید بر اجتهادی خاص در منابع دینی از سوی دیگه، قرائتی حتی مغایر با اندیشه احمد ابن حنبل ارائه نمود و با انداختن طرحی نو در اندیشه های احمد ابن حنبل رسما مکتب سلفیگری رو ابدا کرد. از نتایج اجتهادهای او که اغلب اون رو به اجماع علمای گذشته مستند میکرد، تحریف مفهوم توحید و شرک بود که موجب خروج وی از چارچوب اعتقادی علمای اسلام شد. برخی از پیامدهای این انحراف اعتقادی او گذشته از انحراف در امر توحید عبارتند از: یک، اندیشه تشبیه و تجسیم، یعنی او برای خدا جسمانیت قائل. دو، عقیده به حرکت کردن خداوند در پایان هر شب. سه، نشستن خداوند بر تخت فرمان روایی در آسمان ها. چهار، کاستن از مقام انبیا و اولیا الهی از طریق تحریم طلب شفاعت و توسل به اونها. پنج، تکفیر مسلمین به سبب طلب شفاعت و توسل به اولیای الهی. و شش، نابودی آثار انبیا و اولیا. بازتاب فتاوای ابن تیمیه در شام واکنش اغلب علمای معاصر او رو در پی داشت. وی به قصر سلطان احضار و پس از محاکمه زندانی شد. شوکانی در این باره میگه پس از زندانی شدن ابن تیمیه بر اساس فتوای قاضی مالکی دمشق که حکم به کفر او داده بود، در دمشق ندا در دادند که هر کس دارای عقاید ابن تیمیه باشه خون و مالش حلاله. ابن تیمیه در نهایت به مصر تبعید شد، اما در مصر هم از نشر عقاید خودش دست بر نداشت تا اینکه پس از مناظره با علمای اونجا توسط قضات هر چهار مذهب بزرگ اهل سنت، یعنی شافعی، حنبلی، مالکی و حنفی، محکوم شد و به زندان افتاد و بعد از انتقال به دمشق در سال 728 هجری در زندان درگذشت. ابن تیمیه نویسنده پرکار بود، اما انتقادهای مستمر دانشمندان وقت موجب انزوای ابن تیمیه شد و مرامش به تدریج در طاق نسیان قرار گرفت و به فراموشی سپرده شد، طوری که دیگه کسی از افکار او دم نمیزد، گویی در جهان چنین کسی نبوده و چنین افکاری رو عرضه نکرده. دانشمندان معاصر وی به حق در مقابله با انحرافات او به وظیفه دینی خودشون عمل کردن و به سخن رسول خدا تجسم بخشیدن، اونجا که می‌فرماید آنگاه که بدعت‌ها در جامعه آشکار می‌شود، لازم است دانشمندان با روشنگری‌های عالمانه خیش با آنها به مبارزه برخیزند. بر اثر مبارزات یاد شده از نام و نشان مکتب ابن تیمیه جز در کتاب‌های دو شاگرد وی، یعنی ابن قیم جوزی و ابن کثیر شامی، نامی باقی نموند. حتی خود ابن قیم در کتاب الروح برخی از اندیشه‌های استاد خودش رو به چالش کشیده. اکنون باید دید چگونه این مکتب بار دیگه در قرن 12 هجری از زاویه انزوا و گمنامی در اومد و آرا و افکار ابن تیمیه مجدداً منتشر و ترویج شد. پاسخ این پرسش از مطالعه تاریخ زندگی محمد ابن عبدالوهاب روشن میشه. محمد ابن عبدالوهاب در سال 1115 هجری قمری در شهر عیینه از توابع نجد به دنیا اومد. پدر شیخ عبدالوهاب از فقیهان حنبلی و قاضی شهر بود. وی در جوانی برای انجام فریضه حج رهسپار مکه شد و سپس به مدینه و بصره سفر کرد. او در این سفرها با مطالعه کتابهای ابن تیمیه تحت تأثیر افکار وی قرار گرفت و با هر گونه توجه به اولیای الهی که اون رو شرک میدونست به مبارزه برخاست. مردم و علمای بصره او رو به علت عقاید انحرافیش با خاری و خفت از شهر بیرون کردن، لذا مجبور شد به منطقه نزدیک زادگاهش به نام هریمله بازگرده و در مجلس درس پدرش حاضر شد. اما پیوسته میان او و پدرش در مسائل یاد شده نزاع در می گرفت. پدر در سال 1153 هجری قمری چشم از جهان فرو بست. وی که دیگر مانعی در برابر خود نمی دید، مبانی فکری خودش رو اعلام کرد و پرده از عقاید انحرافی خودش برداشت. اما بعد از مدتی با خاری از شهر هریمله اخراج شد و ناچار به زادگاه خودش عیینه برگشت. در اون دیار هم با مخالفت حاکم اونجا روبرو شد و به شهری در نزدیکی اونجا به نام درعیه رفت. ابن عبدالوهاب با همکاری محمد ابن سعود، حاکم درعیه که برای رسیدن به قدرت و ثروت با شیخ همراه شده بود، دعوت سلفیه رو پیریزی کرد و با تکفیر ساکنان جزیره العرب
اونها رو به توحیدی که خودش ارائه میداد فراخوند. او با مشرک خوندن مخالفان خودش خون و مال و ناموس اونها رو مباح شمرد و فجیع ترین جنایت ها رو در حق اونها روا داشت، تا اونجا که وی پس از حمله به عیینه، زادگاه خودش و شهری که عالمان بزرگی رو در خود جای داده بود، مردان اونها رو کشت و زناشون رو اسیر کرد. اموالشون رو به غنیمت برد و شهر رو چنان ویران کرد که تا یک قرن بعد جز تلی از خاک و ویرانه چیزی از اون بر جای نموند. به گفته مورخان وهابیون هر جا پا میذاشتن مردا رو میکشتن و دارایی اونها رو به غارت میبردن و زنها رو به عنوان کنیز تصاحب میکردن. سپاه وهابی به هر منطقه که میرسید کمترین دارایی مسلمان ها رو غارت میکرد و بسیاری از افرادی که از تیغ وهابیون در امان میموندن از گرسنگی تلف میشدن. هر طایفه یا منطقه‌ای که تسلیم نمیشد ویران میشد و هر منطقه که از ترس مذهب وهابیت رو میپذیرفت مجبور میشد جزیه های نقدی و جنسی فراوون به دولت درعیه بپردازد. حاکمان آل سعود در بسیاری از موارد حتی زمین ها و خونه های مردم رو به زور تصاحب میکردند. هنگامی که عبدالعزیز در سال 1187 هجری قمری ریاض رو فتح کرد، به جز موارد معدودی تمامی خونه ها و نخلستون های اونها رو به ملکیت خودش درآورد. اگه مناطقی که تحت سیطره آل سعود بود تمرد میکردن، همه دارایی ها و حتی خونه هاشون مصادره میشد و اونها مستأجر امیر میشدن و باید هر سال مبالغ هنگفتی به عنوان اجاره میپرداختن. با ترس و رعبی که وهابیون بر دل ساکنان جزیره العرب انداخته بودن، در مدت کوتاهی تونستن بر بخش بزرگی از عربستان تسلط پیدا کنند. داعشی که امروز میبینید زائیده همین وهابیت. کشتار وهابیون در عتبات عالیات به راستی صفحه سیاه در تاریخ اسلامه. صلاح الدین مختار که از نویسندگان وهابیه میگه در سال 1216 هجری قمری امیر سعود با سپاه بسیار متشکل از مردم نجد و عشایر جنوب و حجاز و تهامه و دیگر نقاط به قصد عراق حرکت کرد. وی در ماه ذی‌قعده به شهر کربلا رسید و اونجا رو محاصره کرد. سپاهش برج و باروی شهر رو خراب کردن و به زور وارد شهر شدن و بیشتر مردم رو که در کوچه و بازار و خونه ها بودن به قتل رسوندن. سپس نزدیک ظهر با اموال و غنایم فراوان از شهر خارج شدن و در نقطه آبی به نام ابیز گرد هم اومدن. خمس اموال غارت شده رو شخص سعود برداشت و بقیه به نسبت هر پیاده یک سهم و هر سوار دو سهم بین مهاجمان تقسیم شد. ممکنه تصور بشه که وهابیون تنها مناطق شیعه نشین رو مورد تاخت و تاز قرار میدادن، اما این تصور به هیچ وجه درست نیست، بلکه تمام مناطق مسلمان نشین حجاز، عراق و شام آماج حملات اونها قرار داشت و تاریخ در این مورد از هجوم‌های وحشیانه‌ای گزارش میده که شرح همه اونها خارج از مجال این مختصره و به عنوان نمونه به یک مورد اشاره میکنم. از زشت‌ترین کارهای وهابیون قتل عام مردم طائف در سال 1217 هجری قمریه که به کوچیک و بزرگ رحم نکردند. طفل شیرخوار رو بر روی سینه مادرش سر می‌بریدند، حتی جمعی رو که مشغول فرا گرفتن قرآن بودند می‌کشتند. چون در خونه ها کسی باقی نموند، به دکان ها و مساجد رفتن و هر کس رو پیدا کردن، حتی گروهی که در حال رکوع و سجود بودن رو کشتن. کتاب ها رو که در میان اونها تعدادی مصحف شریف و نسخه هایی از صحیح بخاری و مسلم و دیگر کتاب های حدیث و فقه وجود داشت، در کوچه و بازار انداخته و پایمال کردند. حکومت عثمانی که از گسترش قدرت وهابیون هراس داشت دوبار اونها رو سرکوب کرد، اما در آغاز قرن با حمایت انگلستان از فرزندان سعود بار دیگه پیروان محمد ابن عبدالوهاب بر نجد و حجاز تسلط یافتن و دولت سعودی کنونی رو تشکیل دادن و بعد از اکتشاف نفت و درآمد سرشار حاصل از فروش اون، مکتب خودشون رو به خارج از عربستان هم توسعه دادن. چنانچه امروزه در بیشتر کشورهای دنیا مساجد و پایگاه‌هایی برای نشر عقاید خودشون دارن و کانونی برای تفرقه بین مسلمین در اومدن. از مهمترین آثار پسر عبدالوهاب میشه کتاب التوحید، کشف الشبهات و مختصر سیرت الرسول رو نام برد که نکته محوری در این کتاب‌ها تأکید بر پرستش خداوند و شرک دونستن هر گونه توجه به انبیا و اولیاء الهی بعد از مرگ اونهاست. بعد از این آشنایی مختصر با زندگانی جانشین ابن تیمیه در بخش‌های آینده به تحلیل عقاید و افکار او می‌پردازم تا روشن بشه چطور با مغالطه‌ها خون و جون و مال مسلمان‌ها رو مباح می‌شماره. ممنون که تا انتهای این برنامه همراه من بودیم. با لایک ویدیو کمک می‌کنید یوتیوب اون رو به افراد بیشتری به نمایش بگذاره. تا ویدیو بعد و برنامه بعد شما رو به خدای بزرگ و مهربون می‌سپارم. خدا نگهدارتون.